سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه کارونم اون پایین سمت راست کارون نشسته سلام بالا هم فرزاده سلام فرهاد امروز با ما نیست خدا رو شکر خدا بخواد امروز نیست جونم براتون بگی که امروز اپیزود 214 ماست یه هفته دیگه است برگشتیم توی این هفته میخوایم در دو تا اپیزود دو تا موضوع مختلف صحبت بکنیم قبلش ببینم که شما هفته چطور بود تو قرنطینه همه اوکی بودید بعدی نبود آره ما حالا هفته پیشم هم گفتم همچنان همون رابطه خبرگزار و واحد مرکزی خبر اینطوری گرفته میکروفون دستش بفهم او رابطه هیت و لاو دارم همچنان با این قرنطینه یه وقتایی خیلی خوب خوش میگذره یه وقتایی خوش نمیگذره بالا پایین داره ولی خب دیگه کارش نمیشه کرد دیگه تنها که از دست پاییز باته آره بعد دیگه باید بگذرونیم ببینیم چی میشه دیگه شما چی فرزاد منم مثل قبل این هفته سعی کردم میکنم ورزش کنم تو خونه ولی اومدم دیدم بدن گرفته و اصلا نمیشه کاری کرد دیگه نه بخوایم کمک گرفته نمیدونم مثلا البته چیزی که بود مثلا از خواب شدم گفتم ورزش کنم فکر کنم یکم و تایم ولی دیگه ببین استرچ بودن این مزایا رو هم داره واسه کار کامپیوتر هم روشن می‌کنی تو یه ذره بهش زمان میدی بالا بیاد بعد یه اپلیکیشن نه ولی برای من همش سر شده تا میاد بالا همه اینا با هم روشن برای کار خوبه صبح که بیدار میشم میام یه کمی موس هم تیکو میدم استاتوس هم چه آنلاین بعد میرم چای و این کارا رو درست آدم بی اخلاق این روزا سخادر همین, همین خودکست بیان شما رو جفتتون اخراج میکنن واسه تو چی ایمان؟ منم هم, هم دیگه منم یه ذره ورزشه اونقدر جدی نیست برای اولین بار در از سال 2011 وزنم اومد زیر 80 کیلو تبلیغی هم بخورم چون و یه وعده قضا چرا تو توی قرانتینه زیر آخه من الان که به این نجیر سیدم اینه که من الان تقریبا یک ماه و نیمه کنم برنامه قبلی هم گفتیم یه مدت خیلی زمان خوبیه که من غذا بیرون نخوردم یعنی تمام غذاهایی که خوردم تو خونه است و دارم غذاهای حالا تو مشکلت مشروبه. این بود خونه پز میخورم و اینکه شاید دارم مایچه از دست میرم به خاطر اینکه ورزشم اونقدر زیاد نیست دیگه چون سنگین سنگین‌تر از چربیه متاسفانه میتونه اون باشه ولی خب ورزش رو حالا کم و بیش دارم انجام میدم همون توی خونه ویدیوهایی که هست یا مثلا پروگرام های مختلفی که اومده که حالا در بیشتر صحبت میکنیم توی این برنامه دارم اونا رو انجام میدم دیگه کار خاص دیگه نمیتونم بکنم نه دنبلی دارم نه دستگاهی هست تمام جیمام که خدا رو شکر بسته است دیگه باید بشینیم تو خونه دیگه کار دیگه نمیشه کرد. اون ورزش تو خونه خوبه روتین های باحالی در اومده حالا همین میخواستم بگم من ورزش تو خونه ای که هست یه دونه گفتم یه پی دی اف یکی از دوستان به داده بعد من روز اول اینطوری بودم که خب ورزشی چیزی نیست دیگه مثلا اسکوات و ایناست که ما هر روز همیشه مثلا هر روز که توی ورزش های عادی زیاد میزدیم ببین من اسکوات رو زدم و اینا فردا تخت اومدم پایین اصلا اینطوری یه, یه شوکه شدم پاهام نمیکشه واقعا پاهام همه گرفته بود و خیلی باحال شده بود حالا نمیدونم اشتباه زده بودم اینطوری شده بود یا اینکه واقعا اینقدر بدن از آمادگی افتاده بوده. بوده آره نه بدن که هیچ وقت آمادگی نبود کلا کاری بوده بریم سر اپیزودمون ببینیم که صحبت کنیم ما توی این حالا الان هم در صحبت کردیم در مورد این چند وقت در مورد ویروس و قرنطینه آمسته و اینا خیلی زیاد صحبت کردیم و در مورد ضررهایی که حالا این ویروس داشته تا الان داشته و میتونه داشته باشه بازم صحبت کردیم فشارهای اقتصادی فکری که روی مردم و دنیا آورده صحبت کردیم اول اون اپیزودام گفتیم که اینا رو نمیگیم که آدم ها رو بترسونیم و بلکه میگیم که آدم ها رو آگاه بکنیم کسایی که میشنون رو آگاه بکنیم و یه اطلاعاتی داده باشیم ولی در مورد نکات مثبتی که این دوره حالا و این ویروس میتونه داشته باشه اصلا صحبتی نکردیم تا الان که خب به نظر من حتی یه مقدارم صحبت کردیم دیگه که در آینده چه تاثیراتی میتونه بذاره تو دنیا و اینکه قدرت ها چه جوری جابجا میشن چه جوری منابع قرار ازش استفاده بشه تو برنامه‌ریزی‌ها، اینا درست اون در واقع اون کلی بود در سطح گاورمنت ها در سطح دولت ها بود شاید این در مورد زندگی روزمره آدم هاست. من میخوام صحبت بکنم در مورد زندگی روزمره که من و شما داریم شاید حالا توی تیچ تصمیم گیری بزرگ دولتی نقش نداشته باشیم ولی توی تصمیم گیری کوچیک زندگی خودمون میتونه اثرات مثبتی هم داشته باشه و این هم بگم که اینطور نیست که ما میخوایم شرایط الان رو به شوخی بگیریم و مسخره بکنیم و فقط میخوایم در مورد چیزهایی که تا الان شنیدیم و دیدیم صحبت بکنیم و شاید این شرایطی که میگیم و این نکات مثبتی که میگیم برای بعضیا صادق نباشه شاید بعضیا خیلی تحت فشار باشن و این نکات مثبت اصلا براشون هیچ در واقع کارآمد کارآمد نباشه و اول بیام در صحبت بکنیم که ما چرا هر چی که نمیتونیم داشته باشیم رو بیشتر میخوایم توی تمام شرایطم تقریبا صادق توی 28 سال زندگی که من کردم میتونم بگم که این صادق بوده چند تا مثال بزنم مثلا چند ماه یه بار اطرافیانمون رو میدیدیم زیادم برامون اهمیت نداشتن الان که گفتن بعد بشینید تو خونه نمیتونید اینا رو ببینید دلتنگ همه شدیم مثلا مثلا اسکایپ میکنیم با 18 نفر آدم که تا به حال مثلا توی هفت سال گذشته مثلا دو تاشونو بیشتر نیده بودیم بعد مثلا طرف رنگ باشگاه رو ندیده چهار سال گذشته الان میواده میگه هی کلم داره مثلا میفته دارم اذیت میشم یه وزنم شده زیر 80 کیلو وزن من که <applause> این دارم بهش افتخار میکنم من که به عنوان مثبت دارم میگم از الان یا مثلا یا با یه دختری یا پسری مثلا میخواستیم دوست بشیم زیادم حالا برام مهم نبوده داشتیم تلاش مثلا کمی میکردیم تا طرف با این میره تو بوده توی؟ پا نداده آره، پا نده. تا طرف رفته تو رابطه با یه نفر دیگه اصلا عاشقش میشیم، دیگه اصلا بدون این نمیتونیم زندگی بکنیم. یا مثلا آمان. مثلا آمان. به هیچ به طرف هیچ اهمیتی نمیدادیم، با یه نفر دیگه مثلا دوست شده، الان میبینیم که چقدر میتونسته برای مثلا زندگی ما نکته مثبت و مهمی باشه و الان مثلا میخوایم باش دوست بشیم. شما مثال خاصی ندارید از زندگی شخصی خودتون که قابل پخش باشه لطفا قابل پخش <applause> بذار فکر کنم حالا اینا رو گفتیم من یاد چیز افتادم یاد مهاجرت افتادم بله به این مثلا ماهایی که پاشدیم شدیم اومدیم آمریکای شمالی میدونیم که مثلا فاصله که با ایران داریم خیلی زیاده بخوایم بریم حداقل تو بهترین حالت یه 24 5 ساعتی با توقف بین راه و اینا تو راهیم درست ولی مثلا اگه ما رفته بودیم اروپا اروپا تا ایران حالا 5 6 ساعت جاهه. اونجا از لحاظ ذهنی تاثیری که میذاره حالا بر اساس تجربه شخصی خودم و کسایی که تو اروپا هم میگم کسایی که اینجا زندگی کردن اروپا هم زندگی کردن میگم تو ممکنه تو هر دو حالت چه اینجا باشه چه اروپا سال یه بارم نری ایران ها ولی اینکه تو ذهنت اونجا آزادتره که آقا من اگه بخوام برم یا آخر هفته هم میتونم برم اگه اراده کنم برم اون موقع دلت کمتر تعیین میشه تا مایی که مثلا این سر دنیا میبینی با دقیقه ما قطر ایرانیم یعنی بخوایم بری اون سر دنیاست و این همه زمان طول میکشه همین فکر کنم مربوط به این چیزی که تو میگی به محض اینکه از لحاظ ذهنی فقط یعنی حتی در عمل هم نه از لحاظ ذهنی ما یه چیزی رو از همون میگیرن ما احساس نیاز بیشتری به اون میکنیم مثلا اینو تو کسایی که رژیم هم میگیرن زیاد دیدیم به محض اینکه به تو بگن آقا مثلا تو مریضی یا رژیم داری فلان چیزو نمیتونی بخوری یا اصلا حس میکنی یه علاقه عجیبی به اون مفهوم داری و حتما باید اون غذا رو بری تناول کنی حالا من یه همکاری داشتیم که از لندن اومده بود اینجا داشت دوره حسابداری میدید و اینکه داشت صحبت میکرد و اینا میگفتش که آره از موقعی که اومدم کانادا دلم برای ایران بیشتر تنگ شده با اینکه پنج سال گذشته اصلا ایران نرفتم لندن بودم ایران نرفتم ولی اون موقع موقعی که لندن بودم میدونستم چهار پنج ساعته مثلا میتونم برم ولی هم موقعی که اومدم کانادا میدونم هم هزینهش بیشتره هم مدت زمانی که بعد بیشتر و اینا به خاطر اینکه میدونم نمیتونم برم بیشتر دوست دارم برم تو چی فرض تو هم شدی دیگه تو همینجوریش ما رو نمیدیدی ولی الان که قرنطینه شده ای زنگ میزنی میگه من دلم تنگ شد و پیگیرمونی پیگیر به خاطر اون. قلب رعوف منه هر چی تو استیلی چی و سرد مزاج بلغمی هست من رعوفم رعوف در ره رع. فردا تو چی؟ من یاده قضیه افتادم که حالا وقتایی که ما میخوایم بریم ایران چون سربازی نرفتیم باید یه مهره بگیریم تو پاسپورتمون بریم بعد مشموله بعد گفته بود که بعد یک سال اینا حالا یه نمیدونم قانون از ایران تصویر نشده بود یه طوری بود که عقب افتاده بود اخبارش نیومده بود اینا منم هیچ پلنی نداشتم که برم ایران ولی همین که میدونستم الان راهی نیست که بخ... بتونم برم ایران و راحت برگردم خیلی اصابم خورد کرده بود و اینا در صورتی اصلا هیچ برنامه هم نداشتم برم ایران همون دسترسی نداشتم به این داستان بود. حالا میگن برای این دلیل برای این موضوع یه سه تا دلیل اصلی براش وجود داره اولیش هایتند attention یا تشدید توجهه که قبلا در زیاد حرف زدیم که مثلا الکل رو توی آمریکا اومدن قدقن کردن ولی مصرفش رفت بالاتر مردم بیشتر دنبالش بودن یا مثلا هم توی کارون گفت مثلا یه رژیم غذایی گرفتی قند نباید بخوری چون بهش داری توجه بیشتری میکنی درت بیشتر اون قند رو میخواد اون مواد غذایی رو میخواد برای همین توی شرایطی قرار میگیری که دل تنگ میشه و باید مثلا هی بری اون موادی که نباید رو مصرف بکنی دومیش مشاهده نایابی یا perceived scarcityه که ام این جالبه توی مارکتینگ و اینا خیلی ازش استفاده میکنن این perceived value و perceived scarcity و اینا ام که حالا میگم چیه این روزا خیلی میبینیم دیگه این موضوع رو که مثلا دستمال توالت آره مثلا دست ما توالت کم بوده مثلا فکر میکنی کم شده توی ذهن خودت میبینی که مردم دارن میخرن توی سوشال میدیا میبینی که توی فضای مجازی میبینی همه مثلا توی عکساشون میذارن میگن فران چیز نیست برای همین دوست داری بری اونو بخری یا مثلا مثال شخصی بزنم من خودم تقریبا توی 28 سال زندگیم کنم دو بار ضد عفونی کننده دست خریدم این هند سنتایزرها مثلا تا به حال استفاده نکردم یه دونم. سپر به من داد بر... آهنگ ساز چیز برنامه یه دو لیتری انقدر مثلا دیروز از توی ماشین درش آوردم انقدر مونده بوده مثلا انقدرش رفته اینقدر چجوری تو کسی که میشنم من. مثلا یه ذره یک چهارم بالاش رفته بقیهش مونده و اکسپایر شده الان دو ساله که اکسپایر شده هند سنه آقا ال... الکل بزن حالا <applause> استفاده میکنم ولی خب میخواستم بگم استفاده ای نداشتم براش ولی الان که میبینم <applause> ام، نایاب شده ام. نایاب شده شبا مثلا میشینم ببینم امیزون آورده جاهای مختلف هست که مثلا برم بگیرم استفاده واقعا این کارو میکنی <تص> یا مثلا الکل الکل طبی تا به حالی که تو زندگی من از الکل طبی هیچ استفاده خاصی نداشتم یه تو بچه بودی زخمی شدی الکل بهت نمیزدن نه ما بتادین داشتیم خونه <تص> <تص> ما الکل <تص> <تص> ما بتادینی بودیم ما <تص> بتادینی <تص> بودیم بعد الان اینطوریه که مثلا دیروز چون 20 دقیقه رانندگی کردم رفتم از یه جا که تازه آورده بود خریده بود و اینا مثلا خریدم بعد مثلا به چند نفرم زنگ زدم ببینم اگه میخوان براشون بگیرم و اینا اونها گفتن که استفاده ای ولی خب اینطوری بوده که چون میدیدم بقیه یه چیزی رو میخوان منم دلم میخواست که اونو داشته باشم و هرچی بیشتر مردم اونو بخوان تو توی ذهنت اینطوری که تو هم بیشتر دوست داری اون کالا رو داشته باشی یاد بازار سرمایه افتادم توی ستاک مارکت هم که شما میرید تقاضا که بیشتر بشه قیمت هم میره بالا باهاش عرضه و تقاضاست دیگه بله. ولی این ولی این اسکارسیتی یعنی تو فقط توی ذهن خودت فکر میکنی یه چیزی داره کم میشه که در واقعیت اینطوری نیست و اون دامن میزنه به اون کمبوده بازم یعنی تو فکر میکنی کم میشه میری بیشتر میخری یه جورایی احتکار میکنی و واقعا یه کاری میکنی که اون ماده یا اون حالا کالایی که هست کمتر بشه توی بازار دومیش دو هم واکنش سه روانیه چی؟ سومیش نبود؟ باشی سومیش سومیش هم واکنش روانیه یا psychological reactance که این است که من و شما دوست نداریم کسی به ما امرو نهی بکنه که اصلا دوست داریم به ما بگن که فلان کارو میتونی انجام بدی فلان کارو نمیتونی انجام بدی یا مثلا دیدیم دیگه خودمون توی خانواده هامون موقعی که بچه بودیم وقتی بهمون میگفتن فلان کارو نباید انجام بدی چقدر موثر بوده تا موقعی که برامون دلیل و منطق آوردن که فلان کارو نباید انجام بدی یا مثلا دوست داریم که آدمهای آزادی باشیم به قول معروف دوست داریم خودمون تصمیم بگیریم برای خودمون و وقتی مجبورمون میکنن به سمت و سوی بریم و کاری رو که خودمون دارم میخواد انجام ندیم یا کاری انجام بدیم شرایط متفاوت میشه این شرایط هم وقتی صادقه که به خاطر نداشتن قدرت ما به همون امر هم رو نه میشه مثلا توی جامعه هستیم الان به ما میگن که نباید بیایم بیرون که میگم الان برای شرایط الان خیلی صادقه در مورد کشورهایی که قرنطینه اجباری دارن مثلا یه جایی مثل استان کالیفرنیا توی آمریکا ام اله قر... شهر شهر الی اه... شهر اونا قرنطینه نیستن هنوز قرنطینه اون کاری که چین کرد اونا یا ایتالیا مثلا فقط نه ایتالیا هم... نه هی... هیچ کدوم مواد غذایی چین قر... برن. نه چین هم نمیتونن چین قرنطینه نظامی بود حتی <تصفح> مثلا من خوندم که بعضی وقت مواد غذایی رو میبردن دم خونهشون اصلا بیرون هم به هیچ وجه بره. برن, برن. ده. ده. حالا ولی خب این جای دیگه آیزولیشن بهش میگن آیزولیشن هست ولی خب بعضی مغازه ها بسته است و اونا مثلا اجبارا نمیتونی بری سر کار الان مثلا آه. من شخصا اجبارا اون جایی که کار میکنیم و بستن نمیتونی بری سر کار وقتی میبینی شرایط اجباریه و متوجه نشی و نفهمی که برای چی این شرایط اجباریه یه تحقیق کردن دیدن که درصد افسردگی آدما خیلی بیشتر میره بالا وقتی که از قرنطینه میان بیرون برای همین اینجور جاها دارن خیلی تلاش میکنن که به آدمها رو حالا براشون اطلاعات مختلف رو براشون بفرستن که چرا داره این اتفاق میفته و چرا ما داریم این کار میکنیم چرا شما مجبورید که خونه بمونید و اینم یه مدل دیگه دیگه که شما شما رو مجبور میکنن از یه چیزی استفاده نکنی برای همین دلت میخواد که بیشتر داشته باشیش حالا گفتم که حالا چه رفتی داره اصلا به نکات مثبت کرونا شاید بالای ده پونزه بار قبلا گفتیم که انسان ها انسان ها خصلت قبیل گونه دارن و که آدم ها وقتی که با سختی مواجه میشن با شرایط سختی مواجه میشن گفتیم که تو این شرایط اولویت هایی که جامعه براشون حالا چه درست چه نادرست براشون تعیین کرده رو میذارن کنار و بیشتر سعی میکنن انسان باشن خب مثلا کمتر شاید به فکر درآمدزاییشون باشن و فکر میکنن که مثلا درآمدزایی و یا اون چیزهایی که نظام سرمایه داری گفته و کارون خیلی هم مخالفشه شاید کمتر به اونا فکر میکنن و بیشتر به کمک کردن آدمای دیگه میپردازند. واقعا اتفاق میافته؟ آره مثلا الان دیدیم که مثلا توی ایتالیا تمام یا بقیه دنیا بعد از ایتالیا مردم میرن در پنجره کن میکنن آواز خوندن او. این چیزی بود که تا به حال توی مثلا 28 سال گذشته شاید ما دو سه بار رو دیده بودیم و اونم در شرایط خیلی ضروری و حساس حالا توی ایران و جاهای مختلف بود یا دیدیم الان مستجرا برای صابخونه از مستجرا حالا پول اجاره نمیگیرن بعضی جاها یا مثلا توی ساختمون خود ما مردم به همدیگه سلام نمیکردن یعنی من گفتم قبلا مثلا یه ذره اینجا اینطوری بود که یه نفر سلامش از من پس گرفت و کارون جریانش تعریف کردن یاد میاد آره یکی تو آسانسور اومد به من بگم دیگه یه حالا میگم خانم دختر همه میگن چرا میگه خانم دختر یه خانم دختری بود تو آسانسور بعد به آن سلام کرد ایرانی هم بود منم خب سلام کردم و جواب سلامشون دادم و اینا بعد همچنین که داشت آسانس رو میرفت پایین و که نه من شما رو اشتباه گرفتم سلام کردم خواهم <تص Kle scenery> <تص> <fruit> من مزارت میخوام ببخشید نه قبول نبود سلام جواب سلامشون شما رو نمیدادم من مزارت خودشی سلامشون رو من پس گرفت الان پایین ساختمون توی لابی یه جایی رو درست کردن یه سبدیه که آدما میان مثلا چیزای کنسرو و مواد غذایی مختلف و هند و رو دست توالت و اینا میذارن برای کسایی که ممکنه بهشون نرسیده باشه نیاز داشته باشن یا هر چیز دیگه که ما خوب اینو تا به حال نداشتیم و نایده بودیم یا مس... کسایی که مثلا بیزنس مدلشون یا نحوه درآمدزاییشون متفاوت بوده تا الان دارن برای کمک به هم نوع خودشون اون رو عوض میکنن یا برای کمک به آدم دیگه اون رو عوض میکنن و به قول معروف اون چیزی که بلدن رو یه جورایی در طبق اخلاص میذارن هر کسی بخواد بیاد ازش استفاده بکنه و حالا چرا این اتفاق داره میفته به خاطری که اون کسایی که دارن در حالا یه بیزینسی دارن یه کاری دارن یه تلنتی دارن چیزی رو بلدن میبینن که این نیازها وجود داره مثلا کسایی که معلم ورزش هستن مثل خانم لاری که کلاس های ورزشی دارن منم میرفتم و برای اون کلاس های ورزشی در واقع راه درآمدزاییشون بوده دیگه مثلا پول میگرفتن الان دارن توی اینستاگرام هر روز نه یه روز در میون کلاس های ورزشیشون رو میذارن به صورت مجانی هر کسی بخواد میتونه استفاده بکنه دکترهایی رو من دیدم توی اینستاگرام توی اسکایپ مریضای مختلف رو به صورت مجانی دارن ویزیت میکنن به خاطر کسایی به خاطر اینکه نمیتونن آدما از خونه ها برن بیرون و اینا نیازی نبوده این کارو بکنن دیگه میدونی یعنی اون دکتره میتونست بگه خب من الان نیازی نیست که در کسی منو مجبور نمیکنه که این کارو بکنم ولی به خاطر اینکه اون نیاز مریضای دیگه‌مو که قبلا حالا پیش من اومدن یا نیاز دارن به این چیزی که من بلدم برطرف بکنم الان وقتم رو میذارم روی اسکایپ روی حالا هر پلتفرم دیگه ای که بتونم یه همچین چیزی رو ارائه بدم که اون نیاز مردم ها کسایی که هستن یه جورایی بخوابه و فکر نکنن که تنها موندن یا مثلا کسایی من میشناسم توی ونکوور که خونه هایی که برای ایربی و اجاره کوتاه مدت میدادن و مثلا به مسافران میدادن و اینا الان گذاشتن به صورت مجانی برای خانواده هایی که توانایی پرداخت اجاره ندارن میگن که اگر که بخواین مثلا این خونه برای مثلا 20 نفر جا داره شما میتونید مثلا 4 تا خانواده برید مثلا جاهای مختلفش بمونید و نیاز نیست هزینه ای بدید تا موقعی که این شرایط برگرده و شما حالا بتونید کاری انجام بدید و اینکه احساس میکنم کلا فضای مجازی هم توی این مدت حالا نمیدونم شما نظرتون چه جوریه ولی به خیلی مثبتتر شده یعنی آدم ها کمتر دنبال هاشی هستن کمتر دنبال درد سر و بولی کردن همدیگه و مثلا مسخره کردن همدیگه هستن بیشتر دارن به اون فضای مثبتی که نیاز هست دارن در واقع تمرکز کردن روی اون فضای مثبت رو به وجود بیارن کسایی که اینفلوئنسر هستن کسایی که پادکست دارن دیدم پادکست ها تعدادشون بیشتر شده آدم ها رو دارن سعی میکنن هر کسی هر جوری که میتونه اون چیزی که بلده رو الان حتی شده به صورت مجانی به در واقع به آدم ها نشون بده بذاره روی اون میزی که هست به هر کسی که میخواد استفاده بکنه نظرتون چیه شما خیلی سوکت و از من و حالا با میشن. اون تیکه اول صحبتی که داشتی تیکه اولش که راجع به حالا های مختلف و بود یه مقدار من به اون میخوام ایراد بگیرم حالا میگم چرا ولی با تیکه دوم حرف کاملا موافقم این که توی حالا شبکه های اجتماعی و اینا هر کی به هر نحوی که میتونه حالا تو مثلا فریناز رو مثال زدی اون خب ورزشکاره داره کلاس مجانی برگزار میکنه نمیدونم دکترا رو مثال زدی هنرمندا اینا من میبینم مثلا حتی ساز میزنن آهنگ می‌خونن و یاد کلاس گیتار و نقاشی و اینا من خیلی آره داره دی اینا من دیدم چیزای مجازی درست کردن کلا فضای جالبیه هر کسی که هر کاری از دستش برمیاد رو سعی میکنه انجام بده من حتی در این حد شنیدم که بیمارستان ها حاضرن که به آدمایی که مثلا میتونن خیاطی اینا بکنن مواد اولیه بدن اینا ماسک بدوزن حتی آره همون کاری که ایما دارن تو ایران انجام میدن دید. آره اینا اتفاقات جالبیه ولی حالا راجع اون تیکه اول صحبتت که گفتی ما همیشه صحبت کردیم میگیم که این نگاه باید از بالا باشه اینجوری نیستش که فرد فرد بخواد این کار رو انجام بده حالا ممکنه یه دکتر یه آدم یه ورزشکار یه هنرمند تصمیم بگیره که حالا مجانی سرویسش رو ارائه بده ولی تا وقتی که حمایت از بالا اعمال نشه این تاثیر گسترده نمیتونه بذاره اینو حالا اخیرا بی بی سی فارسی چیز گذاشت مطلبی گذاشت که من مشابهش رو به انگلیسی حالا یه جا دیگه دیده بودم <applause> که داشت راجع به این صحبت میکرد که چه جوری توی زمان الان که کل دنیا رفته توی بحران این نظام سرمایه داری و نگاه حالا مصرفگرایی فیل کرده چه جوری نتونسته که شرایط رو مدیریت کنه و یه تحلیل جالبی هم آورده بود اینطوری داشتش میگفتش که خب توضیح کالا توی نظام سرمایه داری بر مبنای نیازه خب یه وقتی حتی نیاز کاذب هم ایجاد میکنن که چی بشه که شما مصرفتون بره بالا که مصرف بره, بره بالا دیگه که گفتم آره حالا این تو شرط بحران تو اینو گفتی تو شرایط عادی هم یه وقتی آره. نیاز کاذب برای تو ایجاد میکنه مثلا چون هم تو یه گوشی رو داری مدل جدید که میاد برای تو یه نیاز ایجاد میکنه که آقا من باید برم اینو آپدیت کنم حتی آره. اینکه لزوما هم نیاز نداشته باشی بلد. پس اینا بازی میکنن با نیاز آدما و عرضه و تقاضا به این میزان بالا میره و خلاصه تاش بازار به یه جای تو یه جایی به تعادل میرسه و همه اینا بر مبنای فردگراییه بر مبنای سود شخصیه همه جا میگن حق با مشتریه ها. به تو میگن که تا زمانی که تو پول داری و پول میپردازی حق داری که هر چیزی که دلت بخواد رو میخری بخری حالا اتفاقی که میفته چیه اونجا همش فرده دیگه فرد یعنی حالا خودت و خانواده الان اتفاقی که میفته همونجوری که گفتی حالا مثلا همه میخوان ژل ضد عفونی کننده دست بگیرن همه میخوان مثلا الکل بگیرن همه میخوان ماسک بگیرن اونجا میاد چی میگه میگه که نه الان تو سود شخصی تو باید بذاری کنار منفعت شخصی تو باید بذاری کنار باید ببینی منفعت جامعه چیه منفعت جامعه اینه که من یه دونه ماسک بردارم یه دونه ژل بردارم و مثلا یه دونه الکل که بقیهش برسه به کسای دیگه که نیاز دارن میگه چطور ممکنه کسی که با این ایده بزرگ شده که همیشه حق باشه همیشه سود شخصیش مهمه همیشه تا زمانی که پول داره باید بهش سرویس داده بشه یه هو بیای بهش بگی که الان دیگه حق با جامعه است الان تو باید بیای حواست باشه به اون حالا همسایت به اون کسی که توی اه... کشورت داره زندگی میکنه و حالا توی اون منطقه بالاخره تو باید حواست به اونا باشه نمیشه که فقط به فکر خودت باشی و این میگه که اه... حالا یه بوده قضیه است یه بوده قضیه غزی... یه بوده دیگه اینه که حالا نظام سرمایه داری اه... تشویق میکنه به افزایش جمعیت به دو دلیل یکی اینکه جمعیت زیاد بشه مصرف میره بالا پس سرمایه من... دار سودش بیشتر میشه بذار ما بعدا نبود قسمت اولی که صحبت کردیم میخوام یه نظری بده کارون اپیزود های کرده کرد نه نه اتفاقا <تصفح> نه اتفاق خوبه چون که حالا چیزی که کارون میگه ما خودمون حالا توی ویدیوهای مختلف توی فیلم مختلف تمام حالا چیزایی که هست اون پزشکا معمولا به این بلیم میشن در واقع به این سرزنش دروقع. سرزنش میشن که اونا پولکی ان خب الان توی این مدتی که حالا این مسئله به وجود اومده و کرونا وجود داره ما آدمایی میبینیم که پرستار هستن پزشک هستن و مثلا 20 روز 25 روز از اون بیمارستان بیرون نرفتن حالا واقعا نمیدونم چی میتونه هزینه اون حالا کاری که دارن انجام میدن رو بده ولی واقعا اینا اینطوری بودن که آره من مثلا اگر که بخوام یه عملی انجام بدم باید اول پولش رو بگیرم ما اینو مثلا دیده بودیم هممون تو خانواده هامون یه بار اینو متاسفانه شنیدیم از بعضیا ولی همون آدما الان وایستادن دارن کار میکنن یعنی 20 چند ساعت 20 چند روز در مثلا یک بار میرن سر کار برون که بیان خونه تا همونجا میخوابن همونجا و خوراکشون هست و آدما وقتی میبینن که یه فاجعه ای داره به وجود میاد توی حالا یه جایی که دارن زندگی میکنن به نظر من قابلیت این رو دارن که بتونن ذهنیتشون رو عوض بکنن مثل همین الان که اتفاق افتاده شاید قبلا موقعی که شرایط همه چی عادی بوده متاسفانه اتفاق نمیافتاده طرف میده که نه با من اگه بخوام کسی عمل بکنم هزینه من انقدر اگر که از این نگیرم فردا روز دیگه باید مجانی این کار رو انجام بدم ولی موقعی که موقعی که یه شرایط استراری یه شرایط خیلی بدی به وجود میاد همه این چیزها رو این ذهنیت ها رو میذارن کنار یعنی ما باید به این انسان هایی که هستن یه ذره بیشتر کردیت بدیم که حاضرن موقعی که شرایط خیلی حساس میشه اون چیزی که نظام سرمایه دارید بهشون یاد داده رو بذارن کنار و واقعا نسبت به اون انسانیت خودشون عمل بکنن به آره این قضیه دو تا بود داره یکیش همینی که تو میگی از نظر من خب ما خیلی وقتا نمونه هایی دیدیم که خیلی جالبه مثلا همین که میگه توی ساختمونتون وسایلی که نیاز نداشتن و گذاشتن که بقیه بردارن خب این خیلی جالبه از خودگذشتگی که حالا جامعه پزشکی پرستاری داره انجام میده خیلی اینا جالبه ولی خب اونور قضیه هم هست دیگه اون کسایی که میرن دستمال توالت چقدی میخرن که فلان قد سود کنن اون کسایی که قبل این داستان چقدر الکل و ماسک خریدن احتکار کردن اونا مورد پرسش دیگه اونا برای این اساسی که آقا تو سود تو دیگه تو نفع شخصی اینه که مثلا اینقدر دستمال توالت نگهداری تو خونت پس الان هم این حق رو داری در واقع یعنی دوور قضیه است انسان ها خب انسانیتشون بالاخره جایی میزنه بیرون بلد. کسی که میبینه الان کاری از دستش برمیاد انجام میده گفتیم هنرمند حالا ورزشکار پزشک ولی خب از بالا که نگاه کنی میبینیم که ناکار آمدن دیگه آمریکا با این عظمتش با این ادعایی که داشت ناکار آمده توی مدیریت یه همچین بحرانی حالا میگه این ناکار از کجا میاد از اینجا میاد که در واقع جمعیت رو میبرن بالا که مصرف زیاد بشه که سودشون زیاد شه و نیروی کار ارزون به وجود بیاد ولی خب نشون میده تو شرایط بحران توان مهیا کردن مواد لازم برای این جمعیت زیاد رو ندارن تو شرایط بحران تو شرایط بحران ماسک نیست آمریکا دیگه الان به کانادا ماسک صادر نمیکنه چرا چون برای خودشون هم حتی ندارن ویدیوهایی که از پرستاره اونا میاد بیرون خیلی وحشتناکه میگه پرستاره باید بره بخشی که بیمار حالا همین بس. کرونا هستن ماسک نداره بزنه بره چی شد شما که دنیا رو گرفته بودید شما که قوی ترین اقتصاد بودید از همین کردن این نیاز خوراک این این شبکه های چی این برانداز این شما الان میگفتید الان چی شد دیگه وقتی که شرایط استراری شد دیگه اینا رو ندارید خوراک اینجور چیزاست خب آره الان اینا دیگه نمیتونن همون نیازم تامین کنن بعد سوال پیش میاد اینو توی اون مقاله داشت میگفت خیلی هم قشنگ به نظر من نوشته بود سوال پیش میاد که خب تو مواقع دیگه چه جوری تونستن این نیازها رو برطرف کنن ببین الان نیاز آدم پولدار با نیاز آدم فقیر یکیه بله جفتشون ماس میخوان ده. جفتشون مواد ضد عفونی کننده میخوان چیزی بیشتر از این هم نمیخواد غذا میخواد کسی قرار مسافرت بره نمیدونم هتلای آنچنانی نمیرن سرویس خدمات خیلی خاصی هم لازم نداره نیاز یکیه اه و نکته بعدی اینه که الان حالا اون قشی که ضعیف داره هم اگه آسیب ببینه ضررش به کل جامعه میرسه یعنی بلد. اون کسی که فقیر حالا اینجا ما هوملس زیاد داریم اون بی خانمان اگه اونا مریض بشن خب کل جامعه رو میتونن مریض کنن پس ما باید حواسمون هم به با اونا باشه ولی تو حالت عادی اینطوری نیست درسته درسته بله. چرا این اتفاق میفته دولت مجبور از اونا حمایت کنه برای اینکه این مشکل اگه پخش بشه به همه آسیب خواهد زد تو شرایط عادی چرا این اتفاق نمیفته میگه تو شرایط عادی این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه یه سری آدم فقیر دارن هزینه زندگی یه سری آدم پولدار رو فراهم میکنن توی شرایط عادی اون آدم فقیر ارزشش کمتر از آدم پولدار است چون اون نقش مهم رو برای نظام سرمایه داری بازی نمیکنه ولی تو شرایط الان ارزش همه یکسان شده همه آدما مهمه هم. چون همه نباید مریض بشن. <applause> این ور پولدار یا فقیر مریض شه گند میزنه به جامعه پس دولت ها باید جلوشو بگیرن درسته و پس رو این حساب باید از همه مراقبت انجام بشه باید اون کسی که سر کار دیگه نمیتونه بره به خاطر اینکه بهش گفتن سر کار نیا هزینهش بهش پرداخت بشه باید سیستم درمانی خیلی روباست سیستم درمانی که به این راحتی آسیب نبینه وجود داشته باشه برای همه آدمای جامعه نه دوباره فقط برای پولدارا باید یه سری مسائل رایگان باشه مثلا اینترنت باید ارزون بشه باید کلاس ها رایگان باشه از راه دور بتونن بچه ها شرکت کنن میدونی انگار ببین این ها... میگم این چیزی از سطح بالاست و این چیزی نیست که ما بتونیم توی حالا ده روز پنج روز شاید پنج ماه یک سال آینده این رو انجامش بدیم یعنی این چیزی که زمان میبره دولت ها باید براش برنامه ریزی بکنن. نه دارن برنامه برش... انجامش میدن الان این چیزها رو اینا که من میگم و یه بخشایش رو دارن همه انجام میدن دیگه آمریکاش داره میگه مثلا ویزیتی که برای کرونا رو پول رو نمیگیره فکر کن تو آمریکا یکی برات یه یک کاری بکنه پول ن... مجبور نباشی بدی چیزی که دارم میگم اینه که تمام کیفیت کیفیت هایی که حالا طرفدارای سرمایه داری می ایراد میگرفتن از سوسیالیست ها حالا بگیریم اون قضیه نه حتی کمونیست از نظام سوسیالیستی که یه سری خدمات رو برای همه مهیا میکردن اینا ایرادشون بود دیگه ایراد میگرفتن که نباید اینطوری باشه الان میبینن توی شرایط فعلی فقط همین راهه که جواب میده فقط اینه که شما از تمام آدمای های جامعت مواظبت کنی نه فقط از یه قشر خاصی و خیلی جالب دیگه حتما انگار باید این بحرانه مثلا پیش می اومد که آدما ببینن قلبا علاقه دارن به یه همچین مفهومی قلبا علاقه دارن که ببینن همه سالمن نه فقط خودشون قلبا دوست دارن ببینن میگم سیستم درمانی خیلی قوی باشه که به همه خدمت بکنه اگه یکی بیکار شد پولش رو الان بده توی شرایطی که یکی بیشتر میتونه کمک کنه مثل الان که پزشکا و پرستارا هستن اونا بیشتر کمک کنن بقیه کمتر شرایط عوض شد اینا جای اونا رو بگیرن میدونی دوباره اون مفهوم حالا گروه بودن اون مفهوم زندگی گروهی داره جایگزین زندگی فردی میشه که اساس حالا سرمایه داریه. ببین ولی خب اینم باید در نظر بگیری که دیگه ما خودمون داریم میگیم در شرایط اضطراری در شرایط حساس درسته وقتی که من متاسفانه بر این باورم که فرد و روزی اگر که همه چی برگشت به حالت عادیش ما دوباره برمیگردیم به همون زندگی اولمون یعنی این حالا کلاسایی که از همه دوباره پولی میشه تمام آدما باید پول اجاره خودشون رو بدن این سبد پایین خونه ما برداشته میشه یعنی این طرز زندگی به نظر من فقط توی شرایط استراری الان حالا داره جواب میده چون که ما توی شرایط حالا معمولی شو جاهای دیگه وقتی دیدیم کار نکرده اون شرایط حالا که همه باید یکسان باشن متاسفانه کار نکرده و این شرایط توی شرایط استراری که داره جواب میده آره اینو گفت من یاد این آره ی... یاد یه چیزی افتادم میگه توی شرایط استراری حالا آدما غالبا میرن سمت اینکه هوای همدیگه رو داشته باشن مثل اون حالتی اون آدمیه که فقط <applause> نه نه مثل اون آدمیه که وقتی که حالا توی مشکل توی خطره مثلا آدم دیندار و خداپرستی میشه باده. دیدی اینا رو ولی مثلا با. زندگی که اوکی و اینا مثلا یادش میره بالاخره ما باید یه خط مشخصی داشته باشیم دیگه نمیشه بگیم حالا توی این شرایط ما منعطف میشیم و سعی میکنیم همه رو دوست داشته باشیم چون دوست نداشته باشم ضررش دوباره به خودم رسیده ولی شرایط که عوض دوباره فقط خودم دیگه هر کاری لازم باشه انجام با آخر... میدم که سودش به خودم برسه از... ببین میگم متاسفانه اینطوریه دیگه ما موقعی که هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه فقط به رشد و نمو و خودمون داریم فکر میکنیم دیگه خودمون خانه آخه به این از... رشد و نمو به ما نیست رشد من شاید تو این باشه که من هوای چهار نفر دیگر رو داشته باشم ولی رشدی که برا من تعریف شده تو اینه که من پیشرفت کنم پول من بیشتر بشه نه... خونه شو... من هم... میدونی همش شد فرد نه من اون نظر شخص خود منه من نمیگم که کسی دیگه اگر تو واقعا اینطوری فکر میکنی که رشد تو در اینه که به چهار نفر دیگه کمک بکنی تو کل زندگی این کارو بکن آفر میگی نظر شخص منه ولی ما به این آگاه نیستیم که ممکنه این نظری که ما میگیم نظر شخص منه میدونم به ما به تحمیل ما شده باشه دیکته یعنی ما... شده باشه آره حتی من دیکته هم نه خیلی با زرافت توی ذهن ما کاشته شده باشه من میفهمم یعنی من میفهمم که ممکنه با تمام تبلیغایی که انجام میشه با تمام فیلم هایی که ساخته میشه تمام این چیزها یه دونه ای چیزایی تو میکاره هی, هی رشدش میده اینو من اینو قبول دارم آفای. ولی از اونورم اینطوریه اینطوری که اگر کسی حالا واقعا فکر کنه مثل تو که فکر کنه که رشدش توی اینه که زندگی چهار نفر دیگر عوض کنه به چهار نفر دیگه کمک بکنه این کار انجام میده همین میکروف. دیگه ما هم الان چیزه. چیه؟ شده احساس بعدی گرفتی دست تو مریضی همین اینی که تو میگی دوباره حالا فرضا آره خلب اینی که میگی باز شخصیه دیگه اینی که میگی باز داره به افراد برمیگرده ما میگیم همیشه باید از بالای آموزشی انجام بشه که تاثیر گسترده بخواد بذاره و خب تا وقتی آموزش روی این سبک روی این, روی این در واقع مسیر پیش میره که رشد شخصی خودت خودت پیشرفت کن برو به آرزوهات برس نمیدونم هر کسی مثلا یه رسالتی تو این دنیا برو اونا پیدا کن این یعنی چی این یعنی سرمایه داری این یعنی فردگرایی ولی خب تو شرایط بحران کنونی میبینیم اینا همه کشک و چیزی که مهمه چیز دیگه ایه در واقع حالا چیزی که هست من میگم من خیلی این اتفاقی که الان حالا توی اینستاگرام افتاده چون ما خیلی زمانی از زندگی ما داریم متاسفانه توی اینستاگرام میگذارنیم دیگه دروغ هم نمیتونیم بگیم تیک. خیلی خوشحال از اتفاقی که افتاده یعنی همه حالا استوریایی که ایدم همه اینطوری که اگر که از ما کمکی برمیاد به ما خبر بدین حالا چه واقعی باشه چه فقط فیلم بازی کردن باشه چه ویرچو سیگنالینگ باشه به قول معروف به نظر من الان توی شرایط الان خیلی مثبته اینی که آدما دارن حداقل سعی میکنن به همدیگه کمک بکنن و امیدوارم که از این شرایط حساس کنونی هم که اومدیم بیرون یه درصدی از این بمونه یعنی من امیدوارم کسایی که دارن دارن کلاس های مختلف رو درس میدن اینطوری باشه که همچنان مثلا یک روز در ماه رو این کار رو انجام بدن برای کسایی که نمیتونن افورد بکنن برای کسایی که نمیتونن هزینهش رو پرداخت بکنن یا مثلا یه سرویسی باشه که تا یه حدیش مجانی باشه برای کسایی که فرد و روزی اگرم که شرایط در واقع دنیا گشت به حالت عادی شاید اون هزینه رو نداشته باشن در اون پول رو نداشته باشن که هزینه رو بدن و بتونن از این شرایط استفاده بکنن و امیدوارم که ما حالا میگم به حالا جامعه دکترا و پرستارا و در جامعه کادر بهداشت و درمان کشور مختلف همیشه این نگاه بد روشون بوده امیدوارم که جاهای دیگه هم که کادرای مختلف ما یه زیر داریم مبالغه میکنیم لزوما هم انقدر نگاه بعد نبوده یعنی سامپل دیگه هم... هم... نه مبالغه نمیکنیم دیگه ما خودمونم هم در این مورد چندین بار اپیزود رفتیم صحبت کردیم دیگه حال لزوما نظر ما هم یار نیست دیگه قطعا هم نه من آدم میگم من بودن من که من اخلاق من مدار بودن دارم میگم آره اون موقع هم میگم قطعا آدمایی بودن که اخلاق مدار بودن 100 درصد آدمایی بودن که نبودن ولی آره؟ مثل هر هر شغل و هر فیلد دیگه ای ولی خب الان دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توی کاری که این آدمو میکنن نیست دقیقا میخوای چهار تا موضوع چیز بگی جالب, جالب. برامون آره. آره من با, سوال... با, سوالی که روی اینستاگرام پرسیدین در مورد جالبو بگم سوال. چی؟ چه لقه شده؟ چه لقه شده؟ بگو بگو خوششون اومده بود که ساعت زیاده رفت بود بالاتر آره. خب هم بیشتر وقت هست گرم آره بیشتر وقت هست نه بیشتر گفتن که جالب هفته فقط ساعت های خوابمون فکر کنم این ساعت که ریخته به هم همه جت لگ شدن ساعت گفتن... خواب شما ریخته به نه من چون کار میکنم این قبله من یه ساعت کم شده خوابم یه ساعت دیرتر میخوابم آره شبا که دیگه چیز ولی صبح هم موقع بیدار میشن من آره. صبح همون موقع بیدارم میشم ولی شبا سه و چهار میخوابم جدیدن تو دیگه مریضی دیگه آخه گفتن آره تو دیر میخوابی آلبوم <تصفح> مجاز نگاه سلام آقا بالا سرم میدونه جالبش این بوده که آ... آلبوم مجاز اومده این هفته هفته که گذشت آره آلبوم مجاز هیچ اومد من گفتم زدم رو چند تا آهنگش من نتونستم گوش بدم منم گوش دادی من هم نه no. آها آه بزن چند تا گوش بده بفرست یه دو اینجا دو سه تا گوش دادم ولی نتونستم سختم بود ایشون گفتن که قضیه ماسک های فرانسه حالا نمیدونم چی بود آ اینو من فکر کنم میدونم حالا ماسک بود یا چی نمیدونم ولی یه سری ایمپورت و اکسپورت صادرات وارد واردات داشته میشده از یه جایی به کشور دیگه بعدی محموله میره مثلا یه سری ماسک بوده توی یکی کشور جکش میکنه آره دیگه ماسک رو نمیفرستن کشوری که قرار بوده بره اینا اون وسط میدوزن میدوزن که حالا ورش میدارن حالا نمیدونم پولشو میدن می یا دوزن. نه ولی برای خودشون نگه میدارن صدا میاد یا من چیزی بگم قبلش, قبلش. جالب هفته ای که چیه ساعت شد دارن دست آره شد دست, 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 آه آه دست نه من صدایی نمیشم آره اونجا صدا نمیاد معمولا این ورا بله چی بگیم؟ من وقتی که در مورد جالب هفته ها میپرسیم اگر که واقعا نظری از در واقع چیزی میخوام ما در صحبت بکنیم اگه لینکی داره برای اون بفرستین که ما در مورد اون خبره بدونیم چیه بعضی موقع میگم فقط یه سری مثلا چند تا کلمه است که واقعا اگه من نشیده باشم نمیدونم چه جوری میتونم در موردش صحبت بکنم اگر که جالب هفته ای هست لطفا لینک خبری یا یه توضیح کوچیکم در موردش بدید خیلی ممنون میشیم بگو آقا به بوغم دارم زن نیلوفر گفته که شهر نشینی معرفی پادکست به ایرانی ها گفته که من الان تقریبا با هر کی حرف میزنم کلا نمیدونم چیه فکر کنم برای جالبه که داره به بقیه پادکست معرفی میکنه ایشون نمیدونن پادکست چیه آره اطرافیانی که داره برای الان پادکست چند سال تو ایران هست فکر کنم دو دو خورده دو سه سال شاید هم بیشتر آره به ما مثلا دارم آقای فرشید منافی و, و اینا میگم که اونا از خیلی وقت پیش دارن مثلا یادم اونا رادیو تور بود رادیو تور بود آره, آره. بعد گفتن که خودتون جالب تر از ارتباط بینتون تو هفته آن جالب تر از ارتباط بینتون تو هفته پیدا نمیشه یکی گفته که پوکیدیم جواب جالبشون این بوده آه. یکی هم گفته... چی پیدا کردی جالب؟ جالبای من آه من دو تا اه آه اولیش یه رکورد گینس بود که یه بند کانادایی توی آنتریو این رکورد ثبت کرده رکورد همین این بوده که 6213 و و فیت زیر سطح زمین رفتن کنسرتی اجرا کردن برای کارمندای های یک... نه <laughs> برای کوسه ها <laughs> برای کارمندهای معدن مردن که به مترش هم میشه 1893 متر زیر زمین اینا رفتن برای اون کارمنده موسیقی زدن و اسمشون هم نابلتی بنده و این کار رو کردن واسه این که چیز بوده فاندیشن بوده برای اینکه دونیشن جمع برای, برای خیریه بوده خیریه بوده اه اه خ... میگم میخوایم بریم یه دو کیلومتر زیر زمین پادکست ضبط کنیم یه ورد رکورد برای خودمون بزنیم یه دونه یه دونه دیگه بود برای خیریه این هم خیلی جالب بود به من ایمان برای من ایمان جالب بیشتر یا آقای توی انگلیس نه تو ما رو مسئله میکنی ایشون تو حیات پشت خونه که کلن 6 متره یه ماراتون دویده <applause> و اینطوری بوده که 6 متر رو 7000 بار رفته یعنی <applause> <applause> این 6 42 کیلومتر دویده اه... و کلا هم اینطوری بوده که آن گفته اگه توییت من هزار تا ری تویت بگیره این کارو میکنم اه... و ایشون این کارو کرده و لایف استریم هم میکرده همون موقع اه... و بین 18 تا 22 هزار پوند حالا دقیقش ن... ننوشته پولم جمع کرده برای کرونا که شب خیلی باید بیشتر میدادن ولی فکر کنم ما زار بار نه ایما اصلا سر گیج میره انقدر دور بزنی دیوانه میشی با احتمال. چند ساعت طول میکشه یه ذره این اینوری میدویده بعد دوره ما شد همه یه وری بودی که زانوت کاملا وا میده زانوت نمیشه نمیشه نه یه وری روش بودی چرا با آره آره ساعتش Department حالا مهم نیست خیلی اگه دم دستت نیست آه نوشته یک کم بیشتر پنج ساعت آه ف... ساعت تو 6 متر جا بالا ب.. بالا <خ organise> سریع دویده چی؟ دویده دویده میگم نه بابا پنج ساعت من تو پنج ساعت دویدم تو مسیر صاف و رفتی این هی باید آقا شما <applause> که نبودی لطفا قضاوت نکن سر بود نه من میدویدم منز... منز... از پشت میافتادم گوش بده من منظورم اینه که این باید هی دور میچرخیده هیچ کارای مرغ همسایه قازه که میگن همینه دیگه مرغ همسایه قازه بابا یارو ساعتی 7 8 کیلومتر دویده آقا بریم جمع کنیم این اپیزودو برگردیم دوباره برای نه کامنت های جای دیگر رو نخونیم یه چند تا کامنت بخونم آره کامنت ها رو بخونم آره، آره، آره. از کست, کست باکس کست باکس دوباره باست. یه یکی دیگر داشت باست. داشتیم باست. که پاره شدن ایشون <تصفح> آقا محسن چی <تصفح> <محسن> شده پاره شدن؟ از خنده از خنده زیر اپیزود زنده موندن بین زامبیا آه دیگه باشه آه زیر اپیزود پارادوکس فرمی گفتن که سعید گفته چرا یه بار نمیگین چی گفتن؟ نه اوکی برو سوزی دادم؟ نه نه برو ذهنت یو کار نکرد قشنه بود سعید گفته آی سعید گفته چرا یه بار نمیگی در کنار من کارون جریان داره خیلی قشنگ بود به نظر زیبا هم زیبا گفت بعد اینستاگرام درست اینستاگرام یکی علی پرسیده بود که یعنی کدوم فرزاده کدوم فرهاده بالا یا پایین بعد زهرای جواب جالبی بهشون داده بود نمیشه بود. پایین سمت راست فرزاده بالا سمت چپ سمت چپ فرهاده فرهاد بعضا کوسه میخوره این سر قضیه کوسه کوسه ایشون ایشون فرزادن اون که کمتر میاد فرهاده اون که بیشتر هست فرزاد اون که نامنظم تر از فرزاد میاد فرهاده فرهاده آه. توی یوتیوب به این ماه دختر خانون به نام دختر دختر میوشا گفته که اه آقای ای آقای ایرجی مدرسه ما هم درس میدادن این ای رجی... اون که من گفتم فیزیک نجوم و درس میداد نجوم حسین آره یه نکته دیگه که خیلی هم درست بود آقا موس. گفتن صدای من خیلی بالا پایین بود صدا منو فقط هفته پیش امیدواریم که ام این هفته بهتر باشه من عقب حالا نرفتم سن ببینید مشکلش اینه که منو کارون با همون میکروفونایی که خودمون داشتیم مرکز مرکزی خبر روم آره واحد مرکزی خبر با همون میکروفونا هستیم ولی خب به خاطر اینکه امکانات رو نشیم اون میکروفون ها نیاز به دستگاهی داره که در واقع وصل بشه به کامپیوتر ما فقط دو تاشو داشتیم برای همین فرهاد و فرزاد متاسفانه اون رو ندارن حالا داریم سعی میکنیم که یه جورایی بهترش بکنیم من با فرزاد صحبت کردم یه دونه میکروفون دیگه هست که به اون خوبی نیست ولی خب سعی میکنیم بهتر بشه دیگه شاید بتونم بهش بدم و نه نه فاصله اجتماعی فاصله گذاری شما توی چیز توی یه جا من برمیام یاد نه باشه این بالاخره تو راه ویروس رو پخش میکنه با خودش بله بله خلاصه خواستم بدونید که به دلیل کمبود امکانات ببخشید من میگم دیگه بریم اپیزود بریم انگیم. خیلی عالی مرسی از تمام کسایی که تا اینجا با ما بودن ما توی تمام فضای مجازی اسم اون پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما این پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که می‌تونین اونجا برای ما پیام‌های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما توی یوتیوب هم تصویریمون پخش میشه میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ